در طرح همبستگی جبهه ملی در طرح جبهه همبستگی برای آزادی و سرنگونی حکومت آخوندی که از طرف شورای ملی مقاومت ایران پیشنهاد شده، سه اصل هستش که در مورد اون بهش تاکید شده. دو اصل اصلی هستن که در واقع نفی هر گونه دیکتاتوری رو تقویت میکنن، یعنی نه شاه و نه دیکتاتوری شیخ که الان باش درگیر هستیم، که 100 سال گذشته میهنمون با این دو دیکتاتوری سپری شده و با این دو دیکتاتوری اساساً مرز میکشه در دو اصل ابتدایی، مرزبندی با استبداد. اما شرط سوم التزام به جدایی دین از دولت هستش. در نگاه اول به نظر میاد که ضدیت یا در واقع مخالفت با دیکتاتوری آخوندها و اون دیکتاتوری که الان بر سر کار هستش خودش به خود حاوی جدایی دین از دولت هم هست. میخواییم در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. هر بار میشیم با آقای دکتر شاهین توتونچی، کارشناس ارتباطات بین‌المللی از آمریکا، تا در این مورد بیشتر بشنویم. سلام میکنم به شما آقای دکتر توتونچی، متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. منم به شما سلام میکنم. زنده باشید. سوال اول اینه که چرا جدایی دین از دولت باید جزو طرحی از همبستگی باشه که در اصول دیگر در واقع موجود نیست و چرا باید بر اون تاکید بشه؟ آیا خود به خود مقابله و یا مبارزه در برابر این نظامی که حاکم هست، رژیم آخوندی، حکومت آخوندها، حکومت ملا، حالا هر گونه که اسمش رو میذارند، آیا خود به خود این در اون مستتر نیست جدایی دین از دولت، یا اینکه باید به صورت ویژه به اون پرداخته بشه؟ بله، شاید اگر بخوایم بسیار برگردیم، خوبه که همیشه نگاه کنیم از گذشتمون یه مقداری درس بگیریم. سال انقلاب ضد سلطنتی خمینی هم ضد شاه بود و اگر حرفاش رو اگر نگاه کنین از اون زمان، همیشه در اون صحبت از دیکتاتوری میکرد که دیکتاتوری نباید باشه، استقلال و همین حرفا. حتی از آزادی هم صحبت میکرد، میگفت آزادی در صورتی که اسلام که نام خودش بود تهدید نشه. و خب حالا ما با گذشت 44 سال نتیجه این رو دیدیم که اون مخالفتی که با شاه داشتش ذره‌ای در اون آزادی نبوده، بلکه استبداد هم بوده. یعنی فقط صرف این که یک جریانی و یک فردی مثلا ضد فرض کنین آخونداست، ضد حکومت ولایت فقیه هست، ضد این استبداد دینی هستش، لزوما تبدیل به این نمیشه که بعد هم به اصطلاح خواهان آزادی باشه. اینو از این جهت دارم میگم که به اصطلاح از گذشته نگاه بکنیم. حالا چرا ملاها و خمینی و اینا از چه دیدی مخالف شاه بودن؟ از یه دید ارتجاعی عقب مانده. خیلی خوب، این حرف بسیار خوبیه. اگر یه کمی کند و کاو میکردن، مردم ازش سوال میکردن، همه اینا بیرون میامد، که البته نشد، که الان ما همین کار رو داریم میکنیم. الان هم به قول معروف مخالفت با حکومت آخوندا میتونه از جای دیگری نشأت بگیره، همطور که ما الان به اصطلاح تمامی این سلطنت طلبا و بچه شاه حداقل در حرف مخالفت میکنن، ولی وقتی که میری در داخلش و شروع میکنی صحبت کردن، معلوم هستش که ذره ای برای نفی استبداد و دیکتاتوری نیستش در اون. واقعا این موضوع که به اصطلاح دلیل اینکه یک نفری یا یک جریانی مخالف هستش، اگه نگاه بکنید همین الان یه مقدار زیادیش به واسطه دین ستیزی و اسلام ستیزیه. اتفاقا در بطن سوال شما، یعنی آن کسی که دین ستیز و اسلام ستیز هستش، میگه من اصلا دلیلی که
دلیلی که مخالف این آخونده هستم به خاطر که از دین و اسلام و اینجور چیزا خوشم نمیاد. پس معلومه که به اصطلاح جدای دین از دولت رو، که این البته دقیقا همون چیزی هستش که ما مخالفتی که ما داریم با این رژیم بر حسب به اصطلاح زدیتی که با استبداد، چه استبداد از نوع موروثی اون و چه استبداد از شکل به اصطلاح دینی اون هستش. پس این از اون جهته، متوجه منظورم هستی که بله. بفرمایید. بذارید کمی بیشتر الان شما شاخص‌های دیگه رو اینجا مطرح کردید، من جمله این که میگید هر کسی که ضد این حکومت هست الزاماً طرفدار آزادی نیست و خواهان آزادی و یا عدالت اجتماعی نیست، این رو هم بسیار کمتر میشنم و میبینیم که الان همه ساز مخالف با این حکومت رو میزنن یا علمش رو بلند میکنن، اما به محض اینکه کمی در صحبت و در عقایدشون در واقع کند و کاف میکنیم، همونجوری که گفتیم، میبینیم که صحبتی از عدالت اجتماعی نمیشنویم و بحث این هستش که کی بر سر مسند حکومت باشه. آیا محدوده این اصل، یعنی اصل جدایی از دین از دولت، که خب اصل بسیار جهان شمولی است، بسیاری از کشورها بر اساس اون اصلا پایه‌گذاری شدن، قانون اساسیشون بر اساس این است، آیا فقط به محدوده اعتقادات دینی و اعتقادات شخصی محدود میشه یا مفهومی وسیع‌تر و گسترده‌تر داره؟ بله واقعا سوال خیلی خوبی بوده، چون که اتفاقا ما تجربه به اصطلاح ملی که ما الان داریم دو تا دیکتاتوری هستش، یکی دیکتاتوری سلطنتی و حالا هم استبداد دینی هستش، ولی این استبدادا انواع دیگری هم پیدا میکنه. اتفاقا شما اگه برین دوروبر دنیا بگردید، یک سری هم هستن با علم همین عدالت اجتماعی و با همین علم نمیدونم سوسیالیسم و غیره و غیره و غیره و غیره که البته به گوش خودش هم اعتقاد ندارن دیکتاتوری کردن. یعنی حتی اون هم نمیتونه یک دونه عاملی باشه که حتما ما بتونیم بر واسطه اون بگیم که آقای این جریان و این فرد و این گروه آیا واقعا به دموکراسی و بعد آزادی اعتقاد داره یا نداره. برای همین واقعا یک موزلیه، یک موضوع بسیار مهمی هستش و از اینجاست که ما باید وارده و برگردم به سوال شما که این آیا منظور فقط جدای دین از دولت به معنای دین و اعتقادات مذهبی هستش، که اگر شما این مفاد این اصل رو که به صورت مقصودتر شورای ملی مقاومت داده در اون اگه بخونی توش میگه هر دین و عقیده‌ای، یعنی عقیده هم هستش که خیلی مهم هستش، که البته این خیلی مهمه که متوجه بشیم که یک نفر هر جریانی، هر گروهی یک عقیده داره. یعنی این بچه شنیدم این بچه شام گفت جدایی دین از سیاست، که این از نشان از بیسوادی مفرطش میبره، در حالی که عقیده که از سیاست جدا نیست. تنها دلیلی که ما داریم یه وارد یک کار سیاسی میشیم به خاطر عقیده‌ایه که داریم، ولی التزام به این که چون ما یک عقیده‌ای داریم، چون میایم اینو تبلیغ میکنیم، چون همه کوششمون رو میکنیم که بقیه رو متقاعد کنیم، باید در آخر سر التزام بدیم به جدایی اون. یعنی این برنگردیم بگیم که چون این عقیده پیروز، این عقیده هستش دیگه همه باید مثل ما فکر کنن، یا ما مجبور بکنیم که کتابای درسی همون چیزی که ما میخوایم باشه، مثل ما که بچه بودیم زمان شاه همش همین چیزا بودش. این موضوعی هستش که باید به اون توجه کنیم که مسئله وسیع‌تره و این تنها معیاریه که ما میتونیم استفاده بکنیم که دیکتاتوری و استبداد رو نفی کنیم. برای همینه که این اصل یه چیز بسیار وسیع‌تریه و مسئله بسیار یعنی برقرار کردن آزادی و دموکراسی یک موضوعی هستش که مثلا بیلان کشورها در انجام اون زیاد مثبت نبوده. برای همین ما یه کار سختی رو
به اصطلاح دست گرفتیم. درسته. و این اصل در به اصطلاح این رو پیش بینی داره میکنه و داره جلو میبره و خیلی هم مهمه که در موردش صحبت بشه. منظور چی هستش از این اصل جدایی دین از دولت یا عقیده از دولت؟ من ترجیح میدم کلمه عقیده رو استفاده کنم برای که یک کمی وسیع‌تر هستش. بسیار عالی. دکتر دودونچی تشکر میکنم از توضیحاتون، از این صحبتی که اینجا کردید، به این موضوع رو اتفاقا برجسته کردید که تحمیل عقیده به خصوص وقتی که با قدرت همزمان میشه، با حکومت همزمان میشه، میتونه شامل همه چیز بشه و فقط بحث دین یا مذهبی که رایج هست در جهان نیستش. و در کون اون فکر کنم که اگه من درست متوجه حرف شما شدم، بحث آزادی هستش، اعتقاد به آزادی و اعتقاد به این که همه مردم آزادند و میتونن زیر این سایه این آزادی رشد بکنن. در حال بحث جالبی هستش، امیدوارم که باز هم فرصت باشه بتونیم این مباحث رو ادامه بدیم در برنامه‌های روزانه‌ای که داریم. تشکر میکنم ازتون، خیلی ممنونم که با ما همراه بودید دکتر توتونچی. من از شما تشکر میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ شما.